سلام، به یه ویدیو دیگه خیلی خیلی خوش میمونید بچه ها. امروز قراره که ریاکت داشته باشیم از علی کیلر، تی آر بی والاس و چرف، یا همون سیمو بین خودمون. اول میریم ببینیم علی کیلر چیکار میکنه. تک تک این پلیر دارن توی تاپ 100 جهان بازی میکنن و به پدال خورده. ببینیم علی چیکار میکنه این مچاپ رو. مثل این که کارو در آورده، بله این کارو به خوبی انجام داده. خب علی که بازی رو برد. من خودم وقتی یه پدال میخورم همیشه میزنم، چون هوایی زن کم داره، با یه بالون کارش رو همیشه میسازم. ببینیم الان والاس به کی خورده. اما والاس داره باردن تواس بازی های تک به تکش رو چیز میکنه، چون توی کتشتردیک بچه ها هنوز شانس داره که به فینال برسه. چرف هم کم و سیما بینه خودمونه. ببینیم داشمون به چیز خورده. اوه حسی خورده بچه ها، حسی رو زد داغون کرد. خب بیدن که همه آخره بازی هاشون بودن. ببینیم علی کیلر کی میره بتل، میره بتل، نمیره بتل. تی آر بی واداس، همین خود شرف، البته فکر کنم شرف فب باشه دیگه، چرف که نمیشه، شرف اسمش، خودش مصری سیمو بیان، این همون سیمو بیان خودمونه. ایسی هم ایسی ببینیم داره با پکا بازی میکنه یا خیر. ببینیم این چیه، همش دارن با هم بازی میکنن. ادنان، ترینر ادنان، شاید یه شانس دوباره ای داشته باشن ها، برای که داشت ریالیگ که دارن اینجوری بازی میکنن. من یه همچین احتمالی میدم، حالا بازم مطمئن نیستم. بریم علی کیلر رو داشته باشیم ببینیم به کی خورده. داره خب به حسی خورده. حسی من این یکی اکانتش ندارم، اکانت اصلیشو دارم، این اکانت دوم حسی هستش. ببینیم داشمون چیکار میکنه. علی کیلر با هوک سایکل خیلی عالی بازی میکنه، واقعا دوباره هوک سایکل یه ترکیب قدرتمند شده. من اویاسو رو داشتم چک میکردم، اویاسو هم یه کاپ خیلی بالا و خفنی داره با هوک سایکل. و علی کیلر داشمونه دیگه، ببینیم انشالله که ببره. یه ضربه بزن، نه لنزد، لعنت بش. خب هوگو از سمت چپ میبره. حالا مچاپ گیری به نظر من علی مچاپو داره، چون من خودم زمانی که توی به صافای بشیم با هم بازی میکردیم، من خودم از سختترین شکل سختترین نوع ممکن لاوا رو انتخاب کردم، ولی با من رو با هوک سایکل زد. نمیدونم این بازی هم این اتفاق میفته یا نه. یه ماینر پشم ریزون بچه ها جوری زد که ضربات به چیز بخوره. اوه 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 حسی دهنت سرویس، حسی دهنت سرویس. حالا من این مچه با دقیق نمیدونم، ولی فکر کنم یه 60-40 به نفع حسی باشه به نظرم. حالا هوک سایکل که تا حالا اصلا بازی نکردم و نمیدونم مچه باش دقیقا چی به چیه. خب لاوا چیزه، اینفرنو رو از سمت راست میپیچه، هوک رایدر، بربر و اوکی. ردیف فعلا که واقعا کار چیز علی خورده، گره خورده. ماینر رو میکاره اینجا سمت راست، فکر کنم تاور رو بتونه بگیره. علی داره اشتباه میکنه حسی با این گیم پلی. اگه توجه کرده باشید مفت 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 تاور داد حسی، یعنی راحت میتونه صدقا دفاع بکنه، اشتباه کرد که حمله دا کرد. خب میخواد بره ستارش بکنه. الان علی کیلر نمیدونم باید چیکار بکنه، ولی فکر کنم هوک سایکل رو باید پلی بده، یا انقدر سایکل بکنه تا کن کارت بعدی یا ماسکیتر بعدی بیاد. بربر اول، پشمام پشمام، بربر اول خیلی سوپره، نه به اندازه نایت، ولی نگاه کنید دیگه، ای ریدم توش نزن. عالی عالی جم کرد. الان بهترین تایم برای یه هوک سایکله، این کار انجام میده. او مای گاد، او مای گاد، بربر لعنت بهش، چقدر داره حساس پیش میره. اوکی ماینر رو میکاره، فایر بال.
هولی شیت، جون مادرت بزن هوک. یه دونه، دوتا، یس ماسکیتر. او مای گاد، تونست هست حدس بزنه یه ضربه و جی جی آقا، جی جی. واقعا سخت بود کار علی، سخت بود واقعا. میگم مچاپ به نظرم فوق العاده سنگینی میومد. حالا درسته به نظرم نایت بهتر از آیس گالمه توی این مچاپ، ولی بازم سخت بود کارش. خب بچه ها من یه چیزی هم بهتون میگم، پشماتون بریزه. ویدیوی دیروز رو نمیدونم نگاه کردید یا نه بچه ها، بتل اول بود که من بهتون نشون دادم که ایکس بو مستر برگشته. یعنی این نوید رو به همتون دادم که ایکس بو مستر دوباره به بازی برگشته و همون لحظه رفت و مخم که حتما فرندلی که در واقع اینو از براتون بگیرم، چون به هر حال بچه یکی از بهترین پلیرهای کلش رویال بوده، حدود 500 تا گرند چلنج زده تو اکانتش. عرضم به خدمتتون که از افتخار رو داشته نگم براتون که کلش رویال لیگ 2018 رو ترکوند. گفتم این پلیر افتاد تو کلم که الانم به گلی کیلر خورده. بذارید از نمای دیگری نگاه بکنیم، بذارید از نمای چیز نگاه بکنیم. ایکس بو مستر، کار ایکس بو مستر به نظرم راحته. دادا نمیدونم، بچه ها گفته بودن که ترکیب ساقی پرو مکس یا همون ترکیب ایکس بو مستر به سایکل میبازه. یعنی منم یه همچین حدسی میزنم، ولی به هر حال علی میتونه کارو جمع کنه. مینی پکا بچه ها، یه مچاپ خیلی جذابی داریم نگاه میکنیم و اینو داشتم میگفتم، ایکس ماستر نداشتم تو لیستم، همون لحظه توی توییتر پیداش کردم، فالوش کردم، منو فالو کرد، خودش لینکو برای من فرستاد، چون منو از قبل میشناخت. بچه ها ایکس ماستر دقیقا زمانی که من تاپ 20 و تاپ 22 زدم اون موقع بازی میکرد، یعنی به هم دیگه میخوردیم و 99% مواقع میزدمش. از اون موقع منو میشناختش ایکس با مستر، خودش هم فرستاد. خیلی هم تعجب کرد که چرا اکانت اصلی مدش نکردم و بهش توضیح دادم که اکانت اصلی متاسفانه بند شده چند ماهیه. اونم پشمان شیرخته بود که چرا و اینا. یه ساعت بهش داشتم توضیح میدادم و گفتم بی دلیل و اینا، اونم گفت رویدن تو سوپرسل و آخرم به اینجا کشید. خلاصه خودش باورش نمیشد اکانتم مثلا بی دلیل بند بشه. گفتم به خدا بی دلیل بند شده. داشتم دیگه به هر کی که میدونستم قسم میخوردم بی دلیل بند شده. به ایکس و مستر داشتم توضیح میدادم، ولی خب دیگه میگم شانس، دیگه شانس ما هم اینجوری شده که اینجوری هویت ما بند شد. اکانت اصلیم هویت هم بود. اوکی ببینیم اینجا چی میشه. هوک سایکل داره عالی عمل میکنه. به نظرم بچه ها علی ببره این بچه ها بود. حالا بازم زیاد چیز نمیکنه. ایکس بو مستر گفتم آ این به سایکل میخوره، یعنی سایکل پلیر مثل علی میتونه این ترکیب بزنه. بعد سایکل پلیر خیلی قوی باشه، دقیقا مثل علی باید باشه. و عرضم به خدمت شما که آره دیگه فعلا همین داستان. جی 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 ایکس با مستر رفت خونهشون. مچاپ خوبی بود. به نظرم یه مچاپ جذاب بودش. بریم چرف رو نگاه بندازیم ببینیم رنگ شن شد. یه باخت داد دیگه، خوب اومد بالا با اینکه بدون ایکس بو داره بازی میکنه. علی کیلرم ببینیم و خوبه شرف. بریم تو کار سیمو بیان. بچه ها فردای شد من ویدیوهای لده رو شروع میکنم دیگه. از ترکیب دد شده من نمیشه انتظار مثلا تاپ 150 حداقل داشت، ولی تاپ 200 رو براتون ردیف میکنم که بذارم. اگه چرا اگه پارسال بود من جز تاپ 10 و 15 و 20 مثلا ویدیوی دیگه ای نمیذاشم براتون، کما اینکه ویدیو هم هست و قابل اثباته که الان شما ویدیوهای پارسال من رو ببینی یه دونه ویدیو زیر تاپ 100 وجود نداره. یعنی هر ویدیویی که مختص به تاپ لدر باشه همشون زیر تاپ 50 بود. حتی روز آخر سیزن من یادم پارسال من روز آخر سیزن براتون ویدیویی گذاشتم که توی تاپ 10 و 20 داشتم بازی میکردم. روز آخر سیزن یک شنبه روز آخر سیزن من تاپ 20 بودم، براتون ویدیو رو گذاشتم به صورت لایو بود و خیلی هم بچه‌ها فکر کنم ویو خیلی خوبی هم گرفت، 6 7 ویو گرفت.
میگم اثبات قابل اثباتش میتونید شما برید ببینید. ولی خب الان بچا دیگه ترکیبه من دیت شده تقریبا با این مچاپا و با این چیزا، ولی سعی میکنم دیگه با اسکیلی که دارم یه کارهایی انجام بدم این سیزن، کارامو ردیف میکنم براتون. خب کوریه دیگه، کوری من نمیشناسم چرف، ببینیم چی کار میکنم. بچه ها ایده هاتون برای ویدیوها رو حتما برام بفرستید، ارسال بکنید ببینم ایده های شما برای ویدیوهای آینده من چیه، ببینید با کی بسن ویدیو بدم، از چه وقت از بازی براتون ویدیوهای بیشتری بذارم و خودتون بهتر میدونید دیگه. ایبیز آها بچه ها اینطوری بازی پیدا بکن ادامه پیدا بکنه کار چرف تمومه. اوه تمام جیج. البته سب کنید یه درسته. خب با فایروال هم کار در نمیاد که، نگاه کنید اینجا ثانی آخر 2-1 واقعا چون میدونستم احتمال باخت شرف بیشتره، اسمش تغییر داده، ما میگیم سیمو، همون سیمو میگیم، احتمال باختش بیشتر بود سر همون چیز میکردم دیگه. یه نگاه بندازیم ببینیم کیا هستن نیستن. راکان آفلاینه، وو آفلاینه، کارل هم آفلاینه، والاس هم آفلاینه، اکسپو هم که آفلاین شد، دا جویسی وان هم هست و برابکس دیگر قضیه. میگم خیلی هنوز آفلاین هم. بریم ببینیم علی کیلر بازی رو برای 3000 تاس بکنم. آره داره لده رو میزنه، ببینیم ایشالله که ببره و به 3000 برسه. مچه شما نگاه بکنید، من یه 10 ثانیه دیگه میام و ادامه گزارش رو براتون میگم. امیدوارم که بتونه بازی برگردونه علی. حالا این مچاپ رو دقیق نمیدونم چند میتونه باشه، ولی نظر شخصی من 50-50. حالا چون من مچاپ های جک و اویاسا رو تو این چند سال خیلی دیدم، یعنی هوک سایکل رو من شاید بلد نباشم بازی بکنم، قطعا بلد نیستم، ولی مطمئن باشید انقدر مچاپ هاشو از اویاسا دیدم، لینکشو داشتم دیگه قبلا، ولی خب نمیدونم چی شد اصلا منو بلاک کردین. اویاسو و مملایت اصلا خودم متوجه نمیدونم، مملایت چه اوکیه میدونم، ولی اصلا اویاسو متوجه نشدم چرا منو بلاک کرد. داشتم چندین سالم اویاسو رو من داشتم، خودش اومد لینک منو گرفتش، توی کلن از من لینک رو گرفت، چند سال گذشته بودش، این برای چند سال گذشته است، یه چند سالی داشتم اویاسو رو، بعد نمیدونم چی شد دیگه، پارسال پیارسال بود توی اکانت اصلیم بنم کرد، چیزم کرد، دیلیتم کرد، توی این اکانت من نداشتم تا الان اویاسو رو. عالی کارو در آورد. کارو در آورد. ای بابا سینه ضربه زد. نه تو 20 ثانیه نمیشه کار خاصی انجام. 1000 تا مونده، یعنی هر کاری هم بخواد انجام بده. پویزن، آره میگم جی جی آقا، جی جی، یه مچاپ خوب، یه فایرباد بزن و تمام. بریم ببینیم بچه ها دارن چیکار میکنن، شرف رو داریم
علی هم که رنگ 34. چند روز مونده به سیزن؟ من شروع بکنم لده رو. 8 روز مونده به سیزن. من شروع میکنم دیگه. فردا براتون ویدیوی لده رو میذارم و دیگه 2400 اینا بشه اولین ویدیوی لدرمون. بعدش میره 2700 اینا. دیگه بعدش نمیدونم که بتونم تا چقدر بتونم برم بالا. ولی 2700 گارانتیه. دیگه بعدش واقعا مونده به متاپایی که بهم بخوره. ببینید اگه بخوام از مچاپ ها براتون بگم، ببینید ترکیب ها رو ببینیم دیگه. ببینید این که میتونم بزنم اگه این ترکیب مثلا تو لدر بهم بخوره، این که خب همونه، اینو به این میخورم، یعنی اینو همه جوره بهش میخورم. البته چیز هوایی زنی نداشت، اونم مشخص نبود. وینی 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 بچه، این وینی اسپارکی باز نیست، این یه وینی دیگه است، لاگ بیت میزنه. بعد من اینم که میزنم، والا همه ترکیبای بالا خیلی خوبه. 59 کیه یا عبد فس، اینا که به این میخورن. پدرو داشون همه هستن بچه. من هیرو رو داشتم، یه همچین اسمی بودش پارسال، پیارسال تو لیست اکان دستین بود، چه کنم همین هیرو بودش. آره همین هیرو بود. پدیره خیلی خوبیه. اکسپو مستر این 77. ببینیم شاید به هم دیگه خوردن، معلوم نیست. بله به هم دیگه خوردن. یه مچاپ زیبا، یه مچاپ خیلی قشنگ از این پلیرهای فوق العاده جذاب و دوست داشتنی که دیروز هم به هم دیگه خورده بودن، ولی اکسپو مستر بود که حسه اینو چاقیده بود. ببینیم چی میشه. علی من یه ویدیو گرفتم، دو سه تا از بطلات توی ویدیو هم هستش، یعنی بقیهش با پلیرهای دیگه بودش، پلیرهای مثل ین و اینا بودن، ین و یارو سیم و بین و اینا بودن، بقیهش ایکس با مستر و اینا بودن. حالا اگه اوکی باشین دوتا رو بذارم، چون میدونم خودت هم میخوای بگیری برای یوتیوبت، اگه دوست داشتی من این دوتا رو فکر همین دوتا باشه. آره دوتا کنم بطل، اگه ردیفی که فردا بذارم و بچه ها آد کنم، کنم بیشتر دوتا نیستش. چی شد بچه ها؟ چی شد؟ چی شد؟ تقریبا میخوام بهتون بگم یه 40 ثانیه‌ای نبودیم، یعنی نت کلا رفته بودش، نه آنتن بود نه چیزی. بریم که ادامه رو داشته باشیم. خب بچه‌ها این دفعه این پس عمو اکسپو رو چیز کرده، چاقیده با این ترکیب، یعنی داره انتقام دیروز رو میگیره. ببینیم چی میشه. اینجا دو یک جی 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 آقا جی جی، یه مچاپ جذاب. عالی بود آقا، یه مچاپ خیلی جذاب بود. داشتم با علی صحبت میکردم، علی کیلر. بذار بهش بگم که یه وایس بدم بعدی. علی ببین رنکت عالیه، خب الان یه هفته مونده به سیزن، چیز نکن، طمع نکن که ای بخوادی بری بتل خراب بشه، چیز بکن قشنگ با چیز بدون استرس با آهسته و اینا بزن،
این شده یه رنگ خیلی خفن در بیاری ازش. حیف اگه بخوای خراب بکنی، حواست باشه داری خوب میزنی. 8 روز مونده، حواست باشه روزی یه دونه بزنی حداقل هیچی نباشه تا به 200 سام کردی. روزی یه دونه بزنی هیچی نباشه. خب بچه ها، من یه داشتم یه وایس میدنم بعدی. خب والاسو داریم ببینیم. خب این وایت ما رو بسته دیگه بابا. یه سیاره از صبح داره تمرین میکنه، من از صبح یه دونه بته نیدم این آدم چیز بکنه. خب اکسپو مستر رو داریم و ببینیم چی میشه. خب خب معلومه دیگه، ترکیب خیلی خیلی سم و سنگین حریف رو داریم. ایکس چیزه دیگه، یارو چی میگم بهش، اکسیر گالمه. ببینیم چی میشه. نگاه کن آقا، اسکیل رو نگاه کن. ببین علی، برای دورا غمی یعنی یه روز آخر سیزن اگه تو رنکت مثلا دارم میگم، ببین یه روز آخر سیزن اگه بخوای یه هیچ بتری نزنی 24 ساعت آخر سیزن بعد رنکت 25 اینا باشه، 25 لدر برای تاپ 100 اگه تضمینی بخوای بزنی. یعنی اگه بخوای روز آخر سیزن بازی نکنی دیگه بدون ریسک. من خودم همیشه اینجوری تاپ 100 میزنم، من تاپ 20 ام و شب آخر سیزن دیگه دست نزدم به شب آخر سیزن شدم رنک 6 جهان. دو سال پیش بود دیگه، 6 جهان شدم دیگه بهش دست نزدم. یعنی اونجوری کنی خیلی بهتره. روز آخر سیزن اصلا روزی نیست که بخوای هی بتل بزنی، بعد اون موقع خیلی با آرامش و اینا کارتو پیش ببری، بعد در میاری شده شده هر رنگی که بخوای شده در میاری. ولی یه روز آخر سیزن حواست باشه دیگه، سعی بکنی روز آخر سیزن دیگه بتل اینا نزنی. بعد ببین بچه شما بازی رو نگاه بکنی، بعد چیز دیگه، آره همین که گفتم، فقط این حواست باشه. ببین یه روز آخر سیزن هر رنگی باشی، چه میدونم 50 باشی، اون 12 ساعت آخر سیزن انقدر حجم بازی، حجم پلی رو میاد بالا دیگه، تا صبح مطمئنش 110 میشی. ولی میگم 20 بتونی بگیری تا 24 ساعت آخر سیزن قطعا تا به 100 زدی رنگ 20 بتونی وایسی. من خودم شب آخر سیزن یه بار 6 جهان بودم دیگه، همون 20 تموم شد. خب بچه ها، والاس باخت به ویتور. داشتم به علی چیزایی رو میگفتم که حواسش جمع باش. اکسپو مستر کیساکا، خب ببینیم چیکار میکنه. بچه ها چه سگایی داره میاد، حواستون به بازی باشه بچه ها شما. پشمام ریخت.
خب بچه ها، من داشتم به علی یه سری نکات رو میگفتم، ببینیم چی میشه اینجا. آخه چرا اکسپو مستر؟ این چه ترکیبیه؟ من نمیدونم چرا این سایکل پلیر رو اصلا به پکا هیچ اعتمادی ندارم. من نمیدونم دلیلش چیه، ولی خب پکا داشمون قویه دیگه، چرا باید اینجوری باشه؟ دن سرویس اینجا که بتل رو میبازه. به نظرم ترکیب اکسپو مستر خیلی خداتر بود نسبت به این. تی آر بی والاس ای سی، داشمون ای سی، ببینیم داره چیکار میکنه. بچه ها ای سی رو داریم، پدرو. آقا این چیه؟ من به خدا با اتون شرطی، منم داره یه مسابقه های رد و بدل میشه. این یعنی چیه؟ ببینید والاس، ویتور بیکارن مگه اینقدر چیز بکنن؟ خب بریم چرف رو نگاه بکنیم. هی میگم چرف، شرف داشت. ردیف بچه داره خیلی عالی پیش میبره قضیه رو. خب مایه او فکر کنم اسمش همین باشه دیگه، هر چیه داره خوب بازی میکنه. چرف منظورم ها، حریفش هرچیه داره عادی بازی میکنه شرف. بچا تیری ماسکیتره ها، یعنی همون ترکیبیه که دیروز اگه ویدیوی من نگاه کرده باشید دقیقا بهتون میگم. فکر کنم هادی دو هیچ شده افتاد دیگه اگه اشتباه نکنم، 3-2 باخت یا 3-1 باخت اگه اشتباه نکنم. تیری ماسکیتر یه همچین خاصیتی داره که بازی رو خیلی راحت برگردونه. البته خیلی ربط داره به اینکه پلیرش پلیر باشه، حالا اینجوری هم نیست. اوکی ردیفه دومی رو انداخت. بچه دیگه آخرین بتل باشه این بتل دیگه. فردا براتون این قول رو میدم که یه ویدیوی حد اقل از 2400 ببینیم، میشه 2300 و 2400 که به عنوان اولین ویدیو لدر توی این سیزن حساب بشه. بچه واقعا مغزم دیگه رد میده وقتی پشت سر هم میبازم دیگه، مثل قبل حوصله این چیزها رو ندارم. حوصله که نمیشه گفت، طاقتی مثلا این چیزا رو ندارم. مثلا من ایستی بهت میگم پشمتون بریزم، مثلا یکی دو سال پیشم میباختم آقا، میباختم اصلا من بازی رو ول نمیکردم حتی اگه 20 تا قرار بود مثلا پشت سرم بزنم. یعنی انقدر ادامه میدادم، شاید از صبح بازی رو شروع میکردم تا آخر شب یک کله بدون اینکه حتی وقت کنم نهار بخورم بازی میکردم، تا جبران نشه نمیخوابیدم. اگه میدیدم جبران نمیشه شب یکی دو ساعت میخوابیدم، یه تایم میذاشتم ساعت 8 صبح بلند میشدم دوباره ادامه میدادم. من اینجوری بازی میکردم بچه‌ها، یادت شده یادو که الان یه خورده دیگه دور شدیم. به نظرم بهترین اتفاق بود دور شدن من از تاپ لدر و اینا. این ترکیب و اینا هم بهانه است، خیلی دوست داشتم یه روز ببینم بدون اینکه از صبح تا شب کلاش رو بازی بکنی چه مزه‌ای میده، خیلی خوبه. بازی تمام شده بچه ها، حواستان نبود. امیدوارم این ویدیو خوشت اومده باشه، لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره. فعلا تا یه ویدیو دیگه، یا علی مدد.